کوچ ایرانیان، با درود فراوان. همچنان در قرنطینه و سرنوشت سیاه 42 ساله را مرور میکنیم، ولی امروز هم وقایعی که در این دوران رخ میدهد انسان را به یاد نابسامانی سال 1357 ایران میاندازد. امروز ما شاهدیم که رژیم تهران با حد اکثر خشونت به سرکوب ملت دربند پرداخته و برای بقای خود از هیچ گونه ظلمی رویگردان نیست. ملت دربند ظلم و ستمی را تجربه می کند که در تاریخ به نام اعراب مهاجم به ثبت رسیده است. ولی خوشبختانه هنوز شاهد ندای خوشمندانه قشر گسترده از هممیهنان خردمندمان در داخل کشور هستیم و این جای بسیار امیدواری دارد. در اینکه رژیم آخوندی به پایان عمر خود نزدیک شده شکی نیست، چون پس از قتل نوید افکاری به عنوان قصاص ساختگی، چهره واقعی خونخاران حاکم بر کشور ما بیشتر عریان شده و مطمئناً طولی نخواهد کشید که از بند این متجاوزین رها خواهیم شد. و اما امروز برگردیم به ادامه تجزیه و تحلیل دکتر حسین صدیقی ازچی که در برنامه قبل اشاره داشت و یادآوری کرد که ما ایرانی، یادمان باشد که ما یک آسیایی خاورمیانه‌ای شیعه 12 امامی ایرانی هستیم. و امروز او می‌پردازد به تأثیر وقایع مهمی چون 28 مرداد که در آن یک شخصیت ملی و مردمی چون دکتر محمد مصدق به خواست انگلیس و آمریکا ولی به دست پادشاه از نخست وزیری برکنار شد و این واقعی بود که با نگاه به تاریخ سرنوشت ما را دگرگون و سرنگونی سال 1357 را نیز رقم زد. به باور من در آن زمان نیازی به تن دادن 100% خواست دولت‌های خارجی نبود و اگر شاه شهامت و استقامت بیشتری داشت که متأسفانه نداشت، می‌توانست در آن بحران کشور را سر پا نگاه دارد. بازم به باور من یادمان باشد که دکتر مصدق این شانس را به شاه داده بود تا با جلوگیری از دخالت خاندان پهلوی و پادشاه در امور کشور، تداوم سلطنت مشروطه موروثی را در ایران حفظ کند و برای همیشه خودش و بعد فرزندش پادشاه ایران زمین باشد. ولی متاسفانه پادشاه از این موقعیت تاریخی استفاده نکرد و به خواست دولت‌های بیگانه تن به فرمان عزل نخست وزیرش داد و شد آنچه که کودتای 28 مرداد نام گرفت و 25 سال بعد عامل سقوط مملکت و ابگرد تاریخی خوفناک هزار ساله شد. به پاریس می رویم و می نشینیم پای صحبت دکتر حسین صدیقی یزدی، استاد فلسفه که از قرار یک جوری در تهران هم ما هم محله بودیم و با سپاس از مهمان نوازی و شراب اسرانه دلپذیری ایشان در قبل از هجوم کرونای عالمگیر. آقای دکتر صدیقی یزدی، خیلی خیلی خوشحال شدم که فرصتی پیش آمد تونستیم یک بار با هم در ارتباط با مسائل کلی جامعه ایرانی طی 130-140 سال گذشته صحبت کنیم. به اونجای رسید که من با عرض معذرت مسئله سال 1320-32 رو مطرح کردم و شما هم اونجا با کنکاشی که کردید اصلا چشم من رو باز کردید به این قضیه که مسائلی در پشت پرده بود که ما کمتر میشناختیم. در ارتباط با اون سالها فقط من میدونم که جامعه ایرانی خیلی آمادگی داشت برای اینکه مجهز بشه به
عواملی که بتونه خودش رو پیش ببره. تا اونجایی که من مطالعه مختصری دارم، تاکید میکنم مطالعه مختصری دارم، وجود حزب توده با وجود کارهای بسیار مثبتی که در عصر روشنگری یعنی روشنفکری ایرانی داشت، این جامعه رو نگذاشت که به اون سوی که میبایستی میرفت برسه. با لغت دیگه حزب توده یک مقداری در اینجا اعمالی رو که انجام داد از سال 1317 فکر میکنم با ارانی تا 32 که مسائل دکتر مصدق پیش آمد، به هر حال به جامعه ایرانی از نظر اجتماع و حزب سازی لطمه خورد، چیزیست که من متوجه شدم. حالا از سال 20 تا 32 بخوایم بگذاریم، سال 32 تا 57 رو شما اشاره داشتید، مثل که اهمیتش بیشتر بود، درسته؟ بله، از یه وجه. بله. ولی 32 57 هم دنباله 20 تا 32 است. تفاوتش فقط این بود که شاه قدرت بیشتری داشت. ما در بله دقیقاً. ما در پریود دوره 20 تا 32 دو جریان حرکت کرد. یکی حاکمیت سیاسی که مدیرانش با قانونیت پادشاهی پهلوی که محمد رضا شاه پسر رضا شاه بر سلطنت نشست و داستانش رو اغلب ایرانی ها چند و چونش رو میدونند انجام گرفت و دولت مردان یه چرخش منفی علی رغم فعالیت‌های رضا شاه و دوره رضا شاه کردند که اون از نظر سیاسی و مدیریت سیاسی جامعه ایران بسیار زیانبار بود، که من نمونه‌شو مثلا در سهیلی برای شما مثال زدم. خب اینها دلیلش چی بود؟ چه دولت مردان، ببینید دو نکته رو اشاره میکنم در چند دقیقه خیلی کوتاه، دو به هر حال تقسیم بندی رو در 20 تا 32 اشاره میکنم. یکی جریان حاکمان سیاسی هن، دولت مردان هن با قانونیت دربار پهلوی، و این رجال سیاسی نوعاً آدم های مستقلی نیستن، یعنی ذهنیت سیاسی ایران از دست کم یک قرن و نیم پیش آلوده شده، ذهنیت سیاسی عرصه فکری ایران دو تا قربانی بزرگ در این 200 سال داده، یکی قائم مقامه و دیگری امیر کبیره. امیر کبیر و قائم مقام قربانی چی هن؟ قربانی ما اثبات مالکیت بیگانگان بر سرنوشت این مردمند، اثبات مالکیت این به دست کی انجام میشه؟ به دست دولت مردان. این دولت مردان در دوره پهلوی دوم نیز وجود دارند، همین ها مدیریت میکنن جامعه رو. ولی خب موقعیت فرق میکنه. بله موقعیت فرق باشه، موقعیت فرق میکنه، شرایط فرق میکنه، شکل اعمال قدرت فرق میکنه دوست من. ولی سهیلی ها فکر میکردن، من یه آقایی رو میشناختم، تا این مثالی که روی سهیلی میخوام بزنم از اون داستان براتون بگم، کفاشی بود، یه آدم معمولی بود. این به من یه روزی گفت که من یه پسری داشتم تو اون اوائل انقلاب رفته بود، نمیدونم قبل از اوائل انقلاب رفته بود، مجاهد شده بود. بهش گفتم پسر جان تو کجا میری؟ گفت من میرم نمیدونم چیز با یه عده کار میکنیم و اسلام سیاسی. گفتم برای چی این کار رو میکنی پسرم؟ گفت برای اینکه میخواییم ایران پیشرفت کنه، ایران نجات پیدا کنه،
نمیدونم ظلم از بین بره اینا. گفتم ببین پدر، تو یه اشتباهی بزرگی میکنی. اون اشتباه دینه که تو خیال میکنی ما در مملکت اون و در کشورم صابخونه ایم، ما مستاجریم. صابخونه کسی دیگه است که باشه، صابخونه کسی دیگه. این رجال سیاسی همواره فکر کردن صابخونه کسی دیگه است. و حزب توده ایران چی فکر کرد؟ فکر کرد با یک صاحب خانه جدید میتوانه این مملکت رو نجات بده. بدبختی این بود دوست من، پس شکست خورد. حالا اینا چه کردند؟ اینها اون سیاست های دیرینه کسانی رو که، یعنی قدرت سیاسی رو که، البته دو قدرت بود دیگه، نه دیگه ایرانی ها همه میدونن، کسی که الف پای تاریخ معاصر هم خود نمیدونه، دو قدرت هم واره اینجا مسلط بودن، انگلستان بوده و روسیه. به ویژه بعد از دوره مثلا سالهای آخر سلطنت ناصرالدین شاه، روسیه هم نفوذش در ایران وارد میکنه، یا بیشتر میشه یا هرچی. حالا اوج میرسه دیگه، بعد دیگه در انقلاب مشروطه اصلا کسی که شکست میده روسا نفوذ اونا. بعد این، بنابراین این ذهنیت اجازه نمیده تا ما بیاندیشیم که چه باید بکنیم. اینها چه میکنند؟ اینها کاری رو میکنند از نظر فرهنگی که از 32 به بعد ادامه پیدا میکنه. برگردیم به سوال شما که الان مطرح کردید، اون این که جامعه ایران باید در بینش و ذهنیت 100% اسلامی شیعی باقی بمونه، که عملا شد. عملا شد. ببینید قتل احمد کسروی، قتل یک نویسنده یا یک متفکر ساده ایرانی نیست، قتل اندیشه بود. قتل اندیشه بود. کی در مقابل قتل کسروی واکنش نشون داد؟ هیچ کس. درست. نه حزب توده، نه حکومت، نه حکومت. بله. حکومت آزاد کرد قاتلان. درسته. بله. حکومت آزاد کرد. آقای لیمونادی، ایرانی ها به ویژه نسل‌های جوان باید بدونن دو نفر سه نفری که رفتن وارد دادگستری شدن و با اسلحه گرم و سرد در اتاق بازپرس دادگستری، خوفناک شنیدن این، در اتاق بازپرس دادگستری احمد کسروی رو شکمش رو دریدند و منشی اون رو و دستاشونو پاک کردن از خون کسروی و یارش، اومدن بیرون، سوار درشکه شدن، رفتند و حکومت هم آزادشون کرد. آزادشون کرد. در گفتار پیشین اشاره کردم به کتاب قتل کسروی ناصر پاکتان. ناصر پاکتان من به خوبی اینها رو نشون داد از نظر وقایع تاریخی که اتفاق میفته. ولی آیا از چه نمودار اینه که قدرت هیولایی داشتند حکام دینی ما در اون روزها؟ ببینید، درسته؟ ما بله، این ببینید آقای لیمونادی، ما خیال نکنیم ملایان فقط عامل بودند و هستند. نیروهای متعددی پنهان آشکار ملایان رو بهشون قدرت بخشیدن، زمینه دادن، امکانات دادن. شما روزخانها، گورکنان رو میبینید تو این مملکت 40 سال وزیر و وکیل میشن. گورکنان، شما اینو چجوری میتونید درست کنید؟
بله، موقعیت کنونیه در این 40 سال. یعنی چی؟ یعنی این که این وضعیتی که اینها توش رشد میکنن و به راحتی قبضه میکنند، زمینهای فراوان هم تاریخیش وجود داره. اون بیگانه برای این که بتونه اینجا رو غارت بکنه که کرده، از چی استفاده کرده؟ اون خلق نکرده قدرت اسلامی رو، به هیچ عنوان، به هیچ عنوان. اون چیزی که در این سرزمین بوده استفاده کرده، حقشه، باید بکنه، از دید خودش حقشه، نه از دید ما. بله، از دید خودش حقشه، باید استفاده کنه. بله، دنبال منافع خودشونه. درسته؟ پس ما چه انتظاری داریم از اون؟ ما خودمون رو رها میکنیم، به اون میچسبیم. خب حالا این چی میشه؟ زمینه تقویت اندیشه دینی، موهومات، خرافات، به طور کامل باید اندیشه خردگرایی در ایران نابود شه. بله دیگه. احمد کسروی رو چرا میکشن؟ من میگم چرا میکشن. احمد کسروی چی میگفت؟ احمد کسروی اصلا حرف عجیب غریبی نمیزد، نه مخالف مذهب بود، نه مخالف خداوند بود، نه کاملا هم حمایت میکرد، خودش هم معتقد بود. بله، خودش هم معتقد بود و مؤمن بود. اصلا مؤمن بود و اینا، حالا اونا که در گذشته. بله، ولی اصلا هیچ آدم اینا لایک اینا هم نبود. بله. به هیچ عنوان لایک. احمد کسروی مردم ایران رو دعوت میکرد که خردشون بیدار بشه. به این دلیل کشتنش. خب اصولا مذهب ما در طی دوران همیشه اینا، خب اون که اصلا دوره تاریخش هم این بوده، حداقل امروز بدونیم اون چی که به سر اومده از کجا اومده. حالا من برگردم به اون، یه نکته ای میگم بعد ادامه میدم از 57 به بعد رو، که بگیم چجوری این وضعیت سرعت گرفت. شما نگاه کنید، ما به عنوان یک انسان آسیایی، به عنوان یک انسان آسیایی، چه میدونم خاورمیانه ای، مسلمان شیعی، اصلا ذهنیتمون ذهنیت دینیه. برای ما اصلا این ذهنیت عقلانی یا ادراک عقلی اصلا شناخته شده نیست. با همه این بوق و کرناهایی که دمیدن آقا ما در اسلام فلسفه داشتیم، ابن سینا داشتیم. خب بله، ابن سینا حالا آموزش‌های ارسطو رو تا اونجایی که بلد بوده آورده، توی آثارش هم منعکس کرده، مثلا اینو هست و این هست و وجود اینجوری تقسیم بندی کرده. خیلی خوب، اینو خوب که چی؟ حالا اینا چقدر بین مردم رفته؟ جز الفاظ چیزی رو از این نگرفتن. تازه اونایی که خوندن، اونایی که نخوندن، فقط همین. شما نگاه کنید در مقابل مثلا این فلاسفه مسلمان که میگن اینها عقل گرا بودن. بله، ابن سینا عقل گرا بوده. شما ناگهان در 1100 هجری علامه مجلسی رو دارید، ملا محمد باقر مجلسی. بله. اهل بلبک هم بوده، یعنی اصلا لبنانیه. بله. بیگان از ایرانی نبوده. در 1100 هجری، یعنی بیش از 400 سال پیش، 25 یا 6 جلد کتاب حدیث تعریف میکنه. اینا پراکنده میشه. من نمونه ها رو دارم میگم تا بگم همین بستر 20 تا 32 به بعد تقویت میشه. مثلا مسلمونه یکی از کسانی که این فلاکت ها رو تونسته گوشهایش باز کنه صادق هدایت. درست. هدایت در اون داستانهای کوتاهش این گوشه هایی است، مثل علویه خانم. بله.
خیلی زیباست. این کتاب باید خونده، یعنی نه اینکه برید داستان علوی خان اونو داستان خون، تأمل کنید درش، ببینید که این کجاها رو داره باز میکنه، اوریان میکنه. همین اوریان گلیری که من در گفتاران بهش اشاره میکنم هدایت این کار کرده. خب میگه که من بکا او ابکا او تباکا و جبله هل جنه. یعنی چی؟ یعنی هر کی گریه کنه برای امام حسین یا بگریان دیگران رو در مظلومیت حسین یا خودش رو به گریه بزنه، این خیلی مزد خواهم. این موجودات دیدید که تصویراشون نشون میدم، این همون تباکاست. هر کی بگریه یا به دیگری رو به گریه واداره یا برسانه یا خودشو به گریه بزنه، بهشت خداوند بر او واجبه. خب اگر با گریه بهشت فراهم میشه، خب با تمام این فرامینی که در این 6666 آیه تو این قرآن هست همش باطله. ولی این رو 500 سال ایرانی ها گرفتند. این فرهنگ، این ضد ارزش ها، دقیقا این ضد ارزش ها از سالهای 20 به بعد تقویت میشه. بله شاهد بودیم. همین میاد میرسه به سال 32. 32 چه اتفاقی میفته؟ حالا اینم لازمه بگم، اینم آقای لیمونادی لازمه بگم، در حرکت سیاسی اجتماعی نسبی که البته مهم من بوده بین سالهای 20 تا 32 در ایران اتفاق میفته، انتظاراتی رو که مردم ایران حداقل اون هوشیارهاشون آگاهاشون برای تغییر جامعه ایران داشتن. مثلا چی تغییر جامعه ایران؟ کشاورزیش رشد کنه، آموزش پرورشش رشد کنه، جاده سازی بشه، صنعت تو ایران بیاد، اینا بوده دیگه، درست؟ این انتظارات مردم ایران مالک دارایی های خودشون بشن، مالک دارایی هاشون. اگر زیر این زمین طلای سیاه هست، طلای سفید هست، هرچی هست، مال این ملته، مال این ملته. اینا بتونن، اینها انتظارات مردم ایران بوده. این روش میکنه در 10 تا 32. ببخشید 20 تا 32 این روش میکنه. این تازه چی بوده؟ این همون انتظارات خواستهای پایه‌ای بوده که به طور مبهم در انقلاب مشروطه مطرح میشه. یعنی تو انقلاب مشروطه مطرح میشه، بعد شکست میخوره، دوباره رضا شاه میاد یه کارهایی میکنه ولی اینا تامین نمیشه جز یه تغییراتی. بعد چه اتفاقی میفته؟ از 20 به بعد رضا شاه که میره اون دیکتاتوریش میره کنار، اون سیطره حاکمیت مطلق سیاسی که میره کنار، خب جامعه میخواد تنفس کنه، بلا فاصله جلوش میبندند. بلا فاصله تو 20 چجوری میبندند؟ ذهنیت دینی رو، یعنی منبکا و ابکا و تباکا رو روش میدند. نمونش قد کسرویه، نمونش پیدایش فدایان اسلامه. بله درست؟ نمونش ناگهان در حرکت مردم ایران، خیزش مردم ایران برای مالک شدن به دارایی های خودشون، یهو یه دونه ملایی رو کنار اون رهبر یا اون شخصی که میخواد این مالکیت رو برای ایرانی ها تصرف کنه قرار میدن به نام کاشانی. ایناست، ایناست. این حالا این میشه، این میگذره، میرسیم تو 32 چه اتفاقی میفته؟ تمام این خواست ها شکست میخوره. بله با کودتا، با کودتا. من دلم میخواد، من واقعا مایلم
کسانی که هنوز فکر میکنن 1332 کودتا نبوده، خوب دقت کنن، برن تحلیل کنن، آنالیز کنن. اینجا اصلا نه موافقت نه مثلا مخالفت با شخصیت پادشاه یا دولت، اصلا این صحبت ها در میان نیست. ما داریم باز میکنیم اینا رو، لایه به لایه داریم باز میکنیم. متاسفانه ما در تاریخمون چیزی جز فلاکت، جز شکست، جز سرنگونی تاریخی نداریم. من متاسفم، من شاید در درون خودم خون میگریم که نمیتونم یه پهنه ای از تاریخ سرزمینم رو باز کنم، به حداقل به عنوان آگاهی تاریخی به ایرانیان به ویژه به نسل جوان بگویم که در اون یه اتفاق مثبتی افتاده. اینا خب چی میشه؟ 32 کودتا میشه. کودتا میاد چیکار میکنه؟ تمام این نهضت آزادی خواهی رو با اون بازی هایی که دیگه همه بلدن انجام میده و خفه میکنه و نابود میشه. بهترین نماد این سقوط تمام خواستهای به حق مردم ایران در وقایع 32 اون شعر همواره، من این نمیگم، شعر زمستان اخوانه. سلامت را نمیخواهم آسف کن. دقیقا اصاره فشارهای روحی که بر اون جامعه وارد شد. اصلا حیرت انگیز بود این شکست. من در اون سال 1332 سال فکر میکنم سال اول دبیرستان بود، من سنم اقتضا نمیکرد رفتم در رفراندوم دکتر مصدق شرکت کردم. من کاملا 32 رو به خاطر میارم. خاک مرگ پاشیده شد برای ایران، خاک مرگ. متاسفانه سالهای پس از اون، دقیقا سال دو تا سه تا مدرسه رو برای شما میگه شبیرستان قریب بود. دبیرستان قریب توی خیابونه، یه سرش فکر کنم توی سعدی بود، صحیح. یه سرش هم تو گوشه ایش هم مثل که توی یک از کوچه های لاله‌زار باز میشد. دبیرستان قریب اینجا مرکز فعالیت های سیاسی بود. یه دونه ماشین چیز حکومت نظامی جلوی این مدرسه پارک بود. همیشه سربازان با اسلحه اونجا نشسته بودن، اگر کوچکترین شعار دیده میشد دستگیر میشد. یکی اونجا بود، یکی دبیرستان پیرنیا بود، یکیش دبیرستان. من خودم در دبیرستان پیرنیا چهارراه گمرک امیریه بیشترین سالهای دبیرستان رو گذروندم. یکیش دبیرستان شاهدخت بود، خیابون شاهباد. شاهباد شاهباد نزدیک میدون بهارستان، منزل ما اونجا بود. دقیقا بغل ظهیرالاستان، کوچه ظهیرالاستان اگه شما مقابل اون هم مدرسه ما بود، بو علی سینا. دقیقا دبیرستان بو علی سینا. بله چمنی رئیسش. بله آقای چمنی. بله من چون یک سال اونجا بودم. شمالی هم بود. بله شمالی بود، هم مدرسه بودیم. آره. اتفاقا با آقای نوریزاده و دکتر مشکی هم همینطور. آره حالا شما میبینید، حالا اون دبیرستان شاهتوخ خاطرتونه. اونجا من درست خاطرمه 32، من تو این دبیرستان همون سال، من تو این دبیرستان کلاس اول دبیرستان بودم، تو همین دبیرستان بوالی سینا این ماشین حکومت نظامی رو من میدیدم که سربازان جلوی دبیرستان، چون دخترانه شاهتوخ مرکز فعالیت های سیاسی بود. حالا بمانه، خاک مرگ پاشیده شد، حالا چی رشد کرد؟ بله من یه نمونه میخوام بهتون بگم، دلم میخواد اینو خوب شنونده حرفا دقت کنه. یه ملایی بود به نام شیخ محمود حلبی. شیخ محمود حلبی درس خونده بود، باسواد بود، آدم مطلعی بود،
من از نزدیک باهاش آشنا بودم، از نزدیک آشنا بودم که صحبتاشو بارها رفته بودم شنیده بودم. درس طلبگی؟ بله درس طلبگی خونده بود و مشدی بود، سوادش خیلی خوب بود. این کسایی که الان در عرصه سیاسی ملا هستن اصلا شاگردش هم نمیتونستن بشن، یعنی بزرگترین آیت الله هاشا اصلا شاگرد شیخ محمود نمیشدن. آدم مطلعی بود، برای آدم بسیار باسوادی بود در کار خودش. ایشون در سال 1332 انجمنی رو درست میکنه به نام حجتیه. این انجمن حجتیه عنوانش بود انجمنی برای مبارزه با بهائی. دقیقا درست. این رژیمی که مسلطه، رژیمی سیاسی، تمام آزادی ها خاموشه، درست، خاک مرگ پاشیده شده دیگه، نه از نظر فکری در جامعه ایران خاک مرگ. تنها مبارزان سیاسی چه میدونم ملی ها یا به ویژه توده ای ها دسته دسته دارن توی زندان ها هستن، شکنجه میشن، کشته میشن فلان، اینا به کنار اصلا نفس از کسی نمیتونه. همینه که اون شعر اخوان اینو به زیبایی بیان میکنه. سلامت را نمیخواهند پاسخ گفت، سرها در گریبان است. صدایی گر شنیدی فلان و فلان و فلان. بله خب در این دوره ناگهان این آقای شیخ محمود حلبی میاد و آموزش داره میده جوانان رو، یعنی مغزهایی رو که باید زمین ساز یه تحول اجتماعی بشن. سال 32 داره پرورش میده که چکار کنن. آقا ما مسلمانیم، اینه میگه، ما مسلمانیم، ما منتظر غیبت حضرت صاحب هستیم. به به، بهترین و زیباترین امکان برای رژیم، برای ادامه حاکمیتش. دستگاه های امنیتی از همون سالها با این آقا و تشکیلاتش به نام حجتیه که تبدیل میشه به یه دونه نمیدونم باندی، یه دونه اصلا دستگاهی که حتی مخفی هم، مخفی که نبوده ولی خیلی کنترل شده بوده، تبدیل میشه و این فعالیت ها رو اینا انجام میده. حالا سانتر یعنی مرکز این مبارزه به اصطلاح فرهنگیشونو که ضد فرهنگ، دقیقا ضد فرهنگ، در حقیقت سربازان بعدی انقلاب اسلامی و مدیران بعدی انقلاب اسلامی رو همین حجتیه درست کنه. بنده اینو نمیگم، من اینو نمیگم، همین کسانی که خودشون تو این حکومت دستی داشتند و اینها بارها چیزایی رو نوشتن، کتاب نوشتن، مقاله نوشتن فلان، اینا رو شاهد عینی هستیم، شاهد عینی هستیم، اینا دیگه واقعیتای. خب مرکز کانون و مرکز این مبارزه به اصطلاح دینی یا فرهنگ خودشون چی میگذارن؟ کمک به ظهور امام زمان. دشمنی داره این امام زمان، یک بهائیت، دو حزب توده است. دکانی بود دیگه، بله اصلا دکان که اصلا شستشوی مغزی. حالا اون شستشوی مغزی میده، من اون ملاست میتونه این کارو بکنه. من به شیخ محمود حلبی ایرادی نمیگیرم، ولی کی اینو تقویت میکنه؟ حکومت. تمام شد. بله. تمام شد. مرکز باهایی رو، مرکز با آقای لیمونادی عکس هست. وقتی که چند سال بعد نمیدونم 34 35 میرن حضرت القدس مرکز باهاییت رو تخریب کنن، یک ملایی به نام محمد تقی فلسفی که کباد گردان این مبارزه است و دستگاه های امنیتی رژیم هم دارن اینو تقویتش می کنند، میاد اونجا می ایسته. کلنگ به دست کیه فکر می کنید؟ تیمسار باتمان قلیچ، رئیس کل ارتش ایران داره حضرت القدس رو
یعنی مشکل جامعه ایران در 1334-35 تخریب عزیرت القدس بود، مشکل مردم ایران فاجعه است. بله فاجعه است، بله فاجعه است. حالا اینه آیه از چی؟ برای اینکه ما به نتیجه برسیم تا یه 10-15 دقیقه آتی، شما که در اون دوران در ایران تحصیل کردید، من که 15 سالم بود کشور رو ترک کردم، 32 تا 57 شما بیشتر در ایران بودید، درسته؟ بله البته. خب قشر تحصیل کرده دوران پهلوی دوم که به تعدادشون روشنفکر گفته میشد، به تعدادی استاد دانشگاه، یعنی در طی این 37 سال یا 25 سال آخر، 25 سال آخر بعد طی این 25 سال هیچ نیروی نبودن که در کشور تحول کوچکی تولید بکنن که این مار نهفته در بطن جامعه قدرت نگیره. نه آقای لیمونادی عزیز، آخه با اون چی که شمردم و نمونه هاشو نشون دادم، حداقل از مقطع 32 شما برید جلو، 50 سال برید جلو، درست؟ یعنی 50 سال برید جلو مشروطیته. نشون دادم که ما کاری نکردیم جز تخریب. کی میتونست به وجود بیاد؟ پس تا یه 25 سال هم هیچی در دست نبود. در دست نبود چی؟ در دست نبود. یعنی اون کسانی که بعد گفتن ما مثلا روشنفکر بودم، مثلا بعضیاشون هم، البته همه‌شون رو بنده اعتقاد دارم، اونایی که چه می‌دونم اهل قلم بودن، ولی ما روشنفکر متفکر که تو ایران نداشتیم. یعنی چیزی که خدا حافظ درش قرن‌هاست بختش بسته شده، رشد اندیشه بوده. این اصلا خدا حافظ، یعنی ما یه خدا حافظی بای بای تاریخی قطعی کردیم. صحیح. درست؟ بله. یعنی عنصر روشنفکر کارش رشد اندیش است، این اصلا وجود نداشت. اما اون روشنفکران که بودن یا مثلا شاعر بودن، دردی را میفهمیدن، یا مثلا یه مقاله نویس بودن، یا هم یه داستان نویس دیگه، چیزی غیر از این نبود دیگه، روشنفکر دیگه. خب اینا هم توانایی اندیشه نداشتن، مثل هم امروز تو این 40 سال دوچار این تفرقه هایی بودن که اساس این تفرقه ها روی نادانی هاشونه. یعنی نادانی که دارم میگم، نه اینکه کلمه منفی نیستین، یعنی بلد نبودن، نمیدونستن، نمیشناختند، هنوزم نمیشناسن. عوامل شناختم کمتر وجود، بله اصلا وجود نداشت، اصلا هیچی نبود. ما روی هوا حرکت کردیم، ما روی هوا حرکت کردیم. به این نتیجه میرسم من که به هر حال 32 تا 57 کاری نمیشد پیش برد، به نتیجه هم رسیدم ملایان. ولی ببخشید من اینو بگم ها، خیلی عذر خواهم، سوالتون رو داشته باشید، چون نکته مهمی بعد از ذهنم میپره. بفرمایید. چون این مهمه باید بگم اینو. ما فرصت داشتیم. محمد رضا شاه در فاصله 32 تا 57 فرصت داشت. چرا؟ چون مبارزه جهانی ایرانو از نظر سیاسی بهش یه امنیتی داده بود. درسته. یعنی چی؟ بسیار خوب، حامی اصلی ایران مغرب زمین بود. ایران هم در قرارداد یالتا، بله، درست 1945-46 در قرارداد یالتا، بله، تصمیم گرفته بود در حوزه نفوذ مغرب زمین بمونه، بله، جهان سرمایه‌داری، بله، و همین هم باعث شد که بالاخره همون 25، بله، استالین رفت از ایران بیرون، عمدتا اون باعث شد. اینجا یه دونه مسئله است، ایران چون حامی بزرگی مثل انگلستان و امریکا رو داشت، حامی نیرومند هم از نظر اقتصادی هم از نظر ضمناً در این مسابقه قدرت، همیشه ایران رو امریکایی‌ها حمایت کردن از 32 به بعد. در جنگ سردم هم در جنگ سردم بود، یعنی میدونستن که اون نمیتونه نفوذ کنه، درست؟
ایران در ایران اینقدر نفوذ پیدا کرده بود و نفوذ داشت که آورده بود تمام این دستگاه‌های کنترل روسیه رو شوروی سابق در شمال ایران نصب کرده بود. روس‌ها اینو می‌دونستان، هیچ کاری هم نمی‌تونستان. خب این یه فرصتی داده بود به پهلوی دوم که از نظر فرهنگی ایران رو تکان بده، ولی نداد. خب با تعطیل کردن احزاب که به هیچ وجه امکان نداشت، تمام شد. ما لازم نبود فقط احزاب رو آزاد کنیم، آموزش پرورش رو درست کنیم. نکرد که متاسفانه اون هم نبود. حالا در این فرصت بسیار کمی که باقی است، از شما خواهش میکنم که دیدتون رو نسبت به آینده ایران، منظورم از آینده 100 سال آینده نیست که اکنون در 42 سالگرد انقلاب اسلامی هستیم، نسبت به آینده شما چه ارزیابی دارید؟ من چیزی رو که فکر میکنم و میشناسم اینه که نسل دو یا سه نسلی که در آستانه انقلاب بودن و بعد متولد شدن، تو این 40 سال به وجود اومدن، پیدا شدن، به ویژه اینها با نسل ما تفاوتی دارن، ولی سرگردانن، حقم دارن، چون هیچی بهشون داده نشده. خوراکی که به این نسل، یکی دو نسل، حالا بگیم سه تا دو تا نسل داره داده میشه، این عرصه‌های اینترنتیه، یعنی مدیای، چی میگم بهش، یه ماس مدیا، اینه. چون در ایران به طور کامل ذهنیت مثبت تعطیله. میدونید ذهنیت مثبت ایرانی ها امروز، من اینو دارم میبینم از گذشته، هم از دهه 20 30 40 50 60 و حتی دو دهه اول یا سه دهه اول انقلاب، به ویژه در این 10 سال اخیر، شیدایی، تشنگی و علاقه به درک و شناخت بیشتری دارن، منتها مایوسند. ببینید باید نسل جوان اینو بدونه، فردای این سرزمین با همه سنگینی هایی که ما داریم متعلق به ایناست، از ما دیگه گذشته. نسل من تنها تجربیاتش رو مثل اون چی که الان دارم در اختیار شما میذارم، در اختیار میذاره. خب این فردایی من بکرد متعلق به اوناست. اینها باید چند کار بسیار مهم کنن. اول احساس مسئولیت جمعی بکنند، یعنی همون جوری که اگر خانواده‌ای دارن، که حتما دارن، برادری دارن، خواهری دارن، ازدواج کردن، همسری دارن، بچه‌ای دارن و غیره و غیره، پدر مادر مسئولن در مقابل اینها، همون مسئولیت رو بسا بیشتر در مقابل سرزمینشون بدونند. دوم، در راه و کار خودشون صداقت داشته باشند، دنبال قدرت نباشند. اگر کاری میخوان بکنند، قدرت رو هم به دست میارن، حق دارند، قدرت باید باشه، ولی قدرت رو نخواهم فقط برای سوجو. البته من اینا نمیخوام بگم پنده، تحقق این اگر 5% هم بشه، من فکر کنم ایرانی ها موفقن. مسئولیت اجتماعی پیدا کنن، مادامی که ما آگاهی به این مسئولیت نباشیم، مملکتمون رو نمیتونیم نجات بدیم نه بسازیم. و بعد همواره در نظر داشته باشم مسائل اجتماعی رو از مسائل درونی و شخصی خودشون جدا کنن. اگر باوری دارن، پیروی آیینی هم، مذهبی هم، هرچی هستن، اینو از عرصه عمومی و اجتماعی جدا کنن. در عین جدایی چه بکنند؟ همواره اندیشه خردورزانه، یعنی عقلانیت رو بر موهومات روشن بدن، تقویت کنن. به هر حال من خیلی سپاسگزارم از این راهنمایی شما، مخصوصا رو به تماشاچی ما در
سراسر جهان، چه در آمریکا، چه در اروپا و چه در ایران. بله. و از این فرصتی که منم خیلی متشکرم از اینکه فرصت رو من دادید. من بیشتر متشکرم، یعنی سپاسگزارم. میخوام از لغت عربی کمتر استفاده کنم. خواهش میکنم. بله نه همون خوبه. بله کلمه عرب فارسی سپاس در مقابل تشکر اینا. بله خیلی ممنون. خواهش میکنم. مرسی. موفق باشید آقای لیمونادی. مرسی. خداحافظ. در نگاه به کوچه ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم. و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را.